فرهاد پولادی با ما هست. فرهاد، سوال بخش فارسی صدای آمریکا از آقای گروسی بود که آقای جمهوری اسلامی یک بار دیگه یک سری وعده در مورد همکاری بیشتر با آژانس داده و اینکه این وعده ها چه تاثیر بر نشست آتی شورای حکام خواهد گذاشت، پاسخ چه بود؟ خب دقیقاً همینطوره. در پاسخ نمیتونم من نظر اون گروه 35 کشوری رو الان اعلام بکنم که بر پایه گزارشم چه خواهد بود، اما اون چیزی که اصرار داشت برش در پاسخ به ما این بودش که این دفعه دیگه وعده نگرفته، توافقیه که ملموس هستش و اقدامی هستش قابل اجرا، و این توضیحاتش. در مورد موضوع وعده ها، خب امیدوارم بیانیه مشترک را دیده باشید و امیدوارم همین الان حرف های من را شنیده باشید. ما بر سر یک سری چیزهای کاملا ملموس به توافق رسیده ایم، یعنی صرفا قول نگرفتیم که قرار است به توافق برسیم. ما موافقت کردیم که ظرفیت های نظارتی و راستی آزمایی را بازیابی کنیم و توافق کردیم که دسترسی های خاصی داشته باشیم. امروز سر خیلی چیزها به توافق رسیدیم. بنابراین البته ما باید این کار را انجام دهیم و آژانس مانند همیشه در مورد میزان موفقیت خود کاملا شفاف عمل می کند که من به آن امیدوار هستم یا اینکه موفق نبوده است. اما نه، من صرفا یک سری وعده دریافت نکردم. ما دقیقا آنجا بودیم که با ایران این کار را انجام ندهیم، یعنی تلاش کنیم اقدامات عملی را محقق کنیم. من فکر می‌کنم ما داریم در مسیر درستی گام برمی‌داریم. من نمی‌خوام بیش از حد خوشبینانه یا بیش از حد بدبینانه به نظر برسم. فکر می‌کنم کار سختی در پیش داریم. کار زیادی برای ایران و برای ما در پیش است. فرهاد، درباره این اقدامات ملموس و عملی که آقای گروسی به اشاره کرد چه جزئیاتی می‌دونید؟ خب اگه خواسته باشم فقط به رؤوس مطالبش اشاره کنم، گفت تحقیق در رابطه با اون آثار اورانیومی که کشف شده بود در 3 سایت از پیش تعیین نشده یا از پیش اعلام نشده ایران، گفتش که اون تحقیقات بازرسی‌ها انجام خواهد شد، تیم بازرسی در اسرع وقت به ایران اعزام خواهد شد. یه سری دوربینا رو که جمهوری اسلامی برداشته بود، گفتش اون دوربین‌ها نصب میشن و کار نظارتیشون انجام میشه و 50% کار نظارتی در سایت زیرزمینی و خیلی حساس فوردو هم افزایش قرار پیدا کنه و این نظارت بیشتر بشه. خب آقای گروسی جمعه وارد تهران شده بود، 2 مذاکره داشتش با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، همچنین اون بخش سیاسیش هم انجام داد، یعنی دیدار با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری انجام داد. و اینجوری که حالا خودش هم که تو این صداش رو شنیدیم و دیدیم، گفت هم خوشبینه هم منتظره که ببینه که این وعده ها عملی میشه، و البته کلمه وعده رو به کار نبرد، گفتش توافقاتی که به دست آوردیم. دوشنبه اول هفته در دنیای غرب جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، ببینیم که پرونده ایران و موضوع مسئله همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چگونه رقم خواهد خورد.